اپریش رجبیانم با چشم انداز بامدادی، دوشنبه از 18 فروردین 6 آوریل. بوریس جانسون در بیمارستان، نخست وزیر بریتانیا 10 روز در قرنطینه بود اما علائم کووید 19 را از دست نداده، هرچند ملکه بریتانیا اظهار امیدواری کرده که این روزهای کرونایی هم بگذرد، در حالی که ویروس کرونا در آمریکا دورخیزی داشته. همه اینها را در برنامه داریم. احساس مالی و اقتصادی کرونا در ایران. الان مشکل ضربتی اقتصاد ایران و به هر حال مدیران بالای اون نبود منابع. از دارو و درمان کرونا هم خواهیم گفت. درمان‌هایی که ما داریم برای این بیماری، این درمان‌ها همه درمان‌های آزمایشی هستند. ادامه تنش سیاسی در رأس حرم قدرت افغانستان و موضوع بسیار دیگر. پیش از همه خبرهای جهان از بی بی سی فارسی. همگیری کووید 19 کاری کرده که این استودیو بی بی سی فارسی یا جای من است یا جای تهیه کننده برنامه. دوری گزینی یا فاصله گیری اجتماعی ما را به این حال روز کشانده. در نتیجه خبرهایی را که محمد صباحی تهیه کرده، من داریوش رجبیان ارائه می کنم. کرونا در سرتاسر همین خبرها هست. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا شامگاه یکشنبه در نقاط مختلف جهان به حدود 1,256,000 تن رسید و شمار جان باختگان از 68,000 تن فراتر رفته. در بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر کشور که 10 روز پیش اعلام کرده بود به ویروس کرونا مبتلا شده، برای انجام آزمایش‌های بیشتر رفته به بیمارستان و این در حالی است که نگرانی از رعایت نکردن تمام کمال این بیماری همچنان ادامه دارد. Together we are tackling this disease and I want to reassure you that if we remain united and resolute then we will overcome it. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در یک پیام کم سابقه تلویزیونی برای مردم کشورش و جامعه کشورهای همسو از آنان خواسته برای رویارویی با همه‌گیری بیماری کووید 19 کنار هم بایستند و گفته روزهای بهتری در راه است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، تا بعد از ظهر دیروز 58,226 تن در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 3,603 تن جانشان را به دلیل این بیماری از دست دادند. این در حالی است که دستور دولت برای بازگشت به کار کارمندان و برخی از کسب و کارها در بخش خصوصی باعث انتقاد و ابراز نگرانی درباره گسترش غیر قابل کنترل ویروس کرونا در کشور شده است. اینجا لندن است. رادیو بی بی سی خبرهای جهان را میشنوید. وزارت بهداشت افغانستان گفته شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور به 377 تن رسیده. دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های را اعلام کرده و از شبکه مبارزه با پولیو یا فلج کودکان برای آگاهی رسانی و ثبت موارد ابتلا به ویروس کرونا بهره می‌گیرد. الهام کریمی از کابل. دولت افغانستان در شهرهای زیادی از جمله کابل و هرات با بیشترین آمار بیماران کرونا بر رفت آمدها محدودیت وضع کرده و ادارات دولتی را تعطیل. به نظر می رسد با بلند رفتن شمار مبتلایان این محدودیت ها بیشتر خواهد شد. اما کمبود امکانات و بی‌پروایی مردم دست دولت را از پشت سر بسته. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی که در اینستاگرام منتشر کرده به تأثیرات زائع بار شیوع کرونا بر بخش گردشگری اشاره کرده است که در این باره در برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینجا لندن است. رادیو بی بی سی چشم انداز بامدادی. بله، در یک بامداد بهاری اما کرونایی دیگر به چشم انداز بامدادی بی بی سی خوش آمدید. درود بر یکایک که شما داریوش رجبیانم. دوشنبه از 18 فروردین 6 آوریل و دنیا به همان منوال سابق در چنگ کرونا است، اما همچنان آرزوی بهروزی شما سر جای خودش باقی است. از کشوری با شما صحبت میکنم که نخست وزیرش هم در بیمارستان بستری شده. 10 روز پس از آنکه آزمایش کووید 19 بوریس جانسون مثبت از آب درآمد، دیشب او راهی بیمارستان شد. دفتر نخست وزیری بریتانیا میگوید همچنان نشانگان کرونا در وجود آقای جانسون باقی است، همچنان تب بلند دارد و به مشورت پزشکی معالجش برای انجام آزمایش‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شده. البته مسئولیت دولت همچنان با آقای جانسون هست. همزمان الیزابت دوم ملکه بریتانیا پیامی تلویزیونی ارائه کرد و به کشورش و جامعه کشورهای همسود امید داد و از مردم خواست که در برابر همه‌گیری یک کرونا یک پارچه و پابرجا بمانند.
در پایان صحبتش ملکه الیزابت هم گفت باز به دیدار هم خواهیم رسید. طبق عادت این روزها به وضعیت کرونا در ایران حتما میپردازیم، اما نخست به دور تا دور جهان نگاهی بندازیم با خشار جنیدی در واشنگتن. سخنگوی دولت بریتانیا بستری شدن بوریس جانسون در بیمارستان را با هدف انجام آزمایش‌های بیشتر عنوان کرده. آقای جانسون بیشتر از 10 روز پیش مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شد و بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری بریتانیا علائم بیماری مانند تب در این مدت بدون وقفه ادامه داشته. او در این مدت در قرنطینه خانگی بوده و قرار است یک شنبه شب را در بیمارستان سپری کند. پیش از اعلام این خبر، ملکه الیزابت در یک سخنرانی کم سابقه خطاب به مردم بریتانیا از خدمات کارکنان بخش سلامت برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا قدردانی کرد. در این سخنرانی که به گفته ناظران برای اطمینان بخشی به مردم انجام شد، ملکه الیزابت وضعیت جاری به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا را با چالش‌هایی که پیشتر بریتانیا با آن روبرو شده بود متفاوت خواند. این سخنرانی در حالی صورت گرفت که شمار افرادی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را در بریتانیا از دست داده اند به حدود 5,000 نفر رسیده. در آمریکا نیز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به بیشتر از 335,000 نفر رسیده و رقم قربانیان نیز از 9500 نفر فراتر رفته. با این حال اندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک از کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این ایالت در روزهای گذشته خبر داده. در اسپانیا نیز که با بیشتر از 130 هزار بیمار از آلوده ترین کشورها در اروپا است، روند نزولی تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا ادامه دارد. تا کنون بیشتر از 12,000 نفر در این کشور جانشان را از دست داده اند. همزمان در یونان، اردوگاه پناهجویان مالاکاسا در شمال آتن پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش یکی از ساکنان آن به مدت 14 روز قرنطینه شده. پیش از این نیز با مثبت شدن تست کرونای 6 پناهجو در اردوگاه مورایا در جزیره لسبوس، مقام‌های یونانی در این اردوگاه قرنطینه اعلام کرده بودند. خشایر جنیدی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما در ایران آمار رسمی کرونا رو به افزایش است، هرچند کمتر کسی به این آمار اعتماد دارد. بنا به این آمار تاکنون بیش از 3600 تن جان باختند. رئیس جمهور حسن روحانی تصمیم‌های تازه‌ای در مورد از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و آماده شد اعلام کرد. از جمله اینکه کسب و کارهای به گفته او کم خطر می‌توانند فعالیت خود را در همه استان‌های ایران به جز تهران از هفته آینده از سر بگیرند. صحبت از استان‌های به اصطلاح سفید کرده. در تهران آغاز فعالیت این گونه مشاغل از 2 هفته دیگر عنوان شده. همزمان وزارت بهداشت ایران گفته که روند بهبود مبتلایان سرعت گرفته، اما هنوز هیچ نقطه ایران عاری از کرونا نیست. مهدی بیگی نگاهی دارد به این موضوع. اینجا میدان ونک، حوالی ساعت 9 صبح و حجم ماشین های دوباره بوی دود و صدای بوق ماشین ها خیابان های تهران را پر کرده. به نظر میرسد هفته آینده شلوغ‌تر هم بشوند، نه تنها تهران بلکه همه شهرهای دیگر ایران. اولین نتیجه تصمیم های جدید دولت به نظر میرسد مقام های ایران میان مبارزه با شیوع کرونا و از سرگیری فعالیت های اقتصادی حالا بیشتر به دومی متمایل شدند. برخلاف دعوت بدخواهان ما و ضد انقلاب که مردم رو دعوت میکنن به این که بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملا مردود و غلط و ناسوابه. تصمیم های اعلام شده آقای روحانی این هاست: فعالیت های اقتصادی کم خطر در استان تهران از 30 فروردین آغاز می شود، باقی استان ها 1 هفته زودتر. به گفته آقای روحانی نحوه فعالیت ادارات پلکانی خواهد بود، یعنی 2/3 کارمندان باید سر کار باشند و 1/3 می توانند سر کار نروند. آقای روحانی گفته
اولویت برای نیامدن سر کار با کارمندان مسن و دارای بیماری های زمینه است. ساعت کار 7 صبح تا 2 بعد از ظهر. البته همه اینها به شرط رعایت اصول بهداشتی. ترددهای بین استانی هم از 30 فروردین آزاد می شوند. چه قندی که در دل عاشقان مسافرت آب نمی شود. آموزش در مدارس تا 30 فروردین از راه دور است. البته ما این اختیارات رو دادیم به آموزش و پرورش که استانهایی که می تونه فعالیت رو آغاز بکنه. ما استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش پرورش. البته سخنگوی وزارت بهداشت گفته نه تنها استان بلکه هیچ نقطه ای از ایران در وضعیت سفید قرار ندارد. پیش از اعلام تصمیم های جدید آقای روحانی از همکاری خوب دستگاه های مختلف کشور صحبت کرد. یه چیزی رو یه گوشه یک کسی یه شیطونی به هر حال پیدا میکنه میده به این رسانه های خارج کشور، اونا این مسئله رو بزرگ میکنن. شیطنت شیطان‌های مورد نظر آقای روحانی به کنار، گفته‌ها و مصاحبه‌های اخیر مقام‌های بهداشت کشور از اختلافی آشکار بین رئیس جمهوری و وزارت بهداشت حکایت دارد. پیشتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته بود کشور به هیچ وجه به مرحله کنترل بیماری وارد نشده و اگر به جای از بین بردن کرونا به حل مشکلات اقتصادی توجه شود، ممکن است سیلی بیاید که دیگر دغدغه اقتصادی وجود نداشته باشد. سیلی که شاید به نظر بسیاری آمده و دولت ایران آمارهایش را دقیق نمیگوید. این جدیدترین آمار دولت از کرونا در ایران: ابتلا 58226 نفر، مرگ 3603 نفر و بهبود 22011 نفر. تأکید دولت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. و حالا با لغو قرنطینه باید با 2 قوله کرونا و تنگدستی همزمان دست و پنجه نرم کنند. در پایان گزارش مهدی بیگی اشاره بود به 2 قوله کرونا و تنگدستی. به همین بهانه بار دیگر از پیامدهای مالی و اقتصادی همه‌گیری کرونا بگوییم. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی در اینستاگرام گفته که به تأثیرات زائد بار شیوع کرونا بر بخش گردشگری اشاره کرده و گفته که به دلیل مشکلات جدی در بودجه امسال جبران کامل خسارت‌های این بخش مقدور نیست. رئیس بانک مرکزی ایران همچنین به تعویق اقساط بانک هم اشاره کرده. گفته با توجه به مشکلات جدی بودجه دولت به خاطر فشار تحریم‌ها، اینکه فکر کنیم همه آسیب‌های وارده قابل جبران باشد مقدور نیست. ساعتی پیش احمد علوی استاد دانشگاه سوئد و همینطور پژوهشگر اقتصادی از استکهلم دورا دور مهمان برنامه ما بود. نخست از او خواستم میزان فشاری را که بر اثر همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران وارد شده ارزیابی کند. باید خدمتون عرض کنم که مسائل اقتصاد ایران بسیار متفاوت تر است از کشورهای فرزند، کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی که جز کشورهای در حال توسعه به شمار میرن. چرا؟ برای اینکه اقتصاد ایران در سالهای گذشته زیر یک تحریم بسیار سنگینی بوده. منتها مشکل اساسی تنها تحریم نیست، این ناکارآمدی نظام اقتصادی و دیوان سالاری ایران از سوی و همچنین فساد بسیار گسترده که باعث میشه که حتی اگر منابعی در اختیار حاکمیت باشه به اون در چارچوب اون هدفها استفاده نشود. منتها اگر خلاصه بکنیم، الان مشکل ضربتی اقتصاد ایران و به هر حال مدیران بالای اون، نبود منابع، این بودجه سال جاری که به هر حال توافق وجود داره که با اون شرایط پیش از کرونا نزدیک 50% به هر حال کسر بودجه داشته. به جز این قضیه ما مسئله ناکارآمدی رو داشتیم و مسئله تورم شدید، بیکاری بالا. بنابراین الان
این اقتصاد در معرض انتشار کرونا قرار گرفته که اون رو بسیار آسیب پذیر میکنه. کما اینکه به هر حال توافق وجود داره هم بین مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان و حتی بعضی از دستگاه‌های مطالعاتی خود حاکمیت که مسائلی مثل بیکاری، مثل عمیق شدن رکود و تورم افسار گسیخته در آینده بسیار نزدیک به هر حال شدت خواهد یافت و اون چیزی رو که داشتیم الان باید انتظار داشت که یک سناریو تاریک‌تر رو در واقع انتظار بکشیم. و حالا اگه در مورد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران صحبت بکنیم، آقای علوی، فکر می‌کنید که این فشار ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر بر چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران وارد میشه؟ اقتصاد ایران یک اقتصاد دوگانه دولایه است. ما یه بخش ولایی داریم که به هر حال شامل نهادهای تحت اختیار رهبر حکومت است، مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام، انواع آستان قدس یا به اصطلاح نهادهای مذهبی که اونها دارای ذخایر انبوه دست نخورده هستند و اونها البته از معافیت و فرار مالیاتی هم استفاده میکنن، بنابراین در حاشیه امن قرار دارن. از طرف دیگه دیوان سالاره دولت رو داریم که بسیار آسیب پذیر، کسر بودجه داره، مشکلات ناکارآمدیش، نبود شفافیت داره و ناپاسخگویی. بنابراین این دو به اصطلاح لایه یا این دو بخش هر کدوم واکنش خاص خودش رو داره. دولت تلاش میکنه که به هر حال علی‌رغم تمام مشکلاتی که هست منابعی رو اختصاص بده، این منابع ناکافیه و البته درست هم استفاده نمیشه. اما اون بخش دیگه، این بخش غیر پاسخگو، غیر شفاف و با اون منابع عظیم، اون معلوم نیست میخواد چه کار بکنه. الان ما واکنش مثبت یا فرضاً با گشادرویی ندیدیم که بخواد رهبر حکومت در ارتباط با این بحران اخیر واکنش نشون میده، کما اینکه نسبت به درخواست 1 میلیارد دلار رئیس قوه مجریه واکنشی نشون نداده و به نظر میاد که اون منابعی که در اختیار رهبر حکومت هست قرار است برای مصارف که اولویت بالاتری دارن، مثل مثلا بقای حاکمیت یا فرضاً جلوگیری از شورش ها یا اموری از این قبیل استفاده بشه تا مسئله حاد کرونا در شرایط فعلی. ولی با توجه به جیب خالی دولت که تحت فشار تحریم هاست، آقای علوی، و درآمدش از نفت بسیار کم شده، مواردی که بهش اشاره داشتید، برای مدیریت یا کمتر کردن پیامدهای این بحران اقتصادی به نظر شما چه کاری از دست دولت فعلا برمیاد؟ در چارچوب مدیریت بحران ما دو گونه سقوط داریم. یک سقوط سخت گفته میشه که به فروپاشی و تلاشی نظام اقتصادی میانجامه و یک به هر حال سقوط نرم. اقتصادهای اروپایی پیشرفته سعی میکنن که اون منابع رو در اختیار بگیرن به شکل کارآمد و سعی بکنن که این فشارها کمتر بشه، چون نمیشه به طور دفعی و همه چیز رو برگردون به دوره پیش از کرونا. اما در شرایط خاص ایران دولت کاری که میتونه بکنه اینه که به هر حال با فشارهایی که میتونه بیاره از منابعی که استفاده نشدن، یعنی اون نهادهایی که تحت رهبری هستن و اینکه ذخایر انبوهی که وجود داره و دست نخوردن، اون رو کم دست کم بتونه استفاده بکنه. منتها بجز این قضیه مسئله اینه کاهش شدید کدر بودن اقتصاد، شفاف بودن کردنش و همچنین مسئله رانت زدایی از اقتصاد ایران، چون در صورت رانت زدایی حتما منابع آزاد میشه که میتونه این فشار رو، حالا نه اینکه کاملا حل بکنه بلکه تا حدی تخفیف بده. احمد علوی بود، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد. دیگه فکر نکنم نیازی باشه که موضوع رو براتون بیشتر از اینا شرح بدم و پرسش خاصی رو طرح کنم تا با ارسال پیام ها در برنامه شرکت داشته باشین. موضوع طبق معمول چند هفته اخیر کروناست و پیامدهای کرونا. هرچند راجع به هر موضوع دیگه هم میتونین نظر بدین در صندوق مجازی بامدادی @bbc.co.uk. پیامی رو میبینم که یکی از مخاطبانمون نوشته، میگه که این جانب حکیم حمیدالله علیزئی هستم، دارویی دارم که میتواند ویروس کرونا رو درمان کند. گفتن پیام مرا به مسئولین بهداشت برسانید که فکر کنم رسیده باشد. اتفاقا درباره دارو و درمان کرونا تا لحظه دیگر گفتگویی خواهیم داشت. و مرتضی از کرج در همین ایمیل ما نوشته که ما در شرایطی درگیر کرونا شدیم که با مشکل وجود دو دولت در یک کشور از قبل درگیر بودیم، حالا با افزوده شدن کرونا به مشکلات کشور، سیستم دو دولتی شامل دولت مقتدر و پولدار آقای خامنه ای و دولت درمانده و بدهکار آقای روحانی، مشکلات بیشتر از قبل لاینحل به نظر می رسد، چرا که آشپز دو تاست به نظر مرتضی در کرج. چشم به راه دیدگاه های شما هم هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام
به BBC شما. bamdadi@bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و حالا که شما دارید پیام های خودتون رو برای ما می نویسید، طبق وعده از دارو درمان کرونا بگوییم که شماره بسیار زیاد پیام های شما مربوط به آن بوده. در کنار مسئله تلاش برای تهیه واکسن برای کرونا، موضوع داروهای مختلف که به درمان کمک می کند دائما خبرساز بوده، از جمله داروی کلوروکوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرتبا درباره آن حرف زده و اظهاراتش در مورد آن جنجال برانگیز هم شده. در این حال موضوع مصرف و تجویز یک داروی ژاپنی به نام فاوی پیراویر در ایران بحث برانگیز شده. از دکتر امین مقدم، ایمنی شناس در آکسفورد انگلستان، پرسیدم وقتی صحبت از داروی کرونا می شود دقیقا منظور چیست؟ آیا این دارو چه کار کردی دارد؟ بیماری کووید 19 یک بیماری ویروسیه که نه تنها ریه بلکه اعضای دیگری هم در بر میگیره و در اونها ممکنه ایجاد نارسایی بکنه مثل قلب و کلیه. بنابراین درمانهایی که ما داریم برای این بیماری، اینها اولا که باید مشخص کنم که این درمانها همه درمانهای آزمایشی هستند. این درمانها شامل یک درمانهای ضد ویروسی هستند یا درمانهایی که سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنن و باعث میشن که یا ویروس منتقل نشه از سلولی به سلول دیگه و یا اینکه در داخل سلول از بین بره. و درمان‌های دیگه که برای این داریم دسته متفاوتی از دارو هستن. اینها موقعی کارآمد هستند که ما دچار طوفان‌های به اصطلاح التهابی شدیم، ریه کاملا نارسایی پیدا کرده و یا ارگان‌های دیگه، و ما از این داروهای تقریبا پایین آورنده ایمنی یا کم کننده التهاب‌های شدید استفاده می‌کنیم که بیمار رو از به اصطلاح نارسایی‌های شدیدتر نجات بدیم. بنابراین به طور کلی دو دسته داروهای مشخص است، یکی داروهای ضد ویروسی و داروهایی که روی سیستم ایمنی تاثیر داره. در میان یکی از بحث برانگیزترین و خبرسازترین این داروها کلوروکوین و همینطور هیدراکسی کلوروکوین بوده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها و بارها درباره‌اش صحبت کرده. میشه لطفاً بگین که موضوع از چه قرار بود و چرا این دو دارو اینقدر خبرساز شده؟ مشکل اینجاست که بله، این دارو تو یک سری از آزمایش‌های غیر بالینی یعنی آزمایشگاهی روی سلول‌ها قبلا به نظر می‌رسید که اثر داره، ولی باید اینو بدونیم که بسیاری از داروها، بیش از 98% یا 9% از داروهایی که توی آزمایشگاه اثر دارن، وقتی مراحل بسیار منضبط بالینی رو، آزمایشگاه کارآزمایی‌های بالینی رو طی می‌کنن، در یکی از این مراحل اینها نارسا میشن و نشون نمیدن که موثرن و میرن بیرون. بنابراین مسئله که راجع به کلوروکوین بوده اینه که به دلیلی که ابتداعاً ما داروی کافی نداشتیم یا داروی اصلا نداشتیم برای درمان، بعضی از کشورها به خصوص چین که جلودار این موضوع بود، به هر حال این بیماری اونجا خیلی وسعت پیدا کرد، اومدن و بر اساس فقط یه سری از به اصطلاح جوابهایی که از آزمایشگاه گرفته بودن روی سلول‌ها، اومدن این داروها رو شروع کردن. ببینید، در چین وقتی این داروها استفاده شد، ابتداعاً هیچ نوع به اصطلاح مقاله موثقی بیرون نیومد و فقط مسئولین چینی میگفتن که به نظر میاد که اثر داره. الان که چند ماه گذشته و مقالات داره یواش یواش بیرون میاد، مقالات ما میبینیم که اولا که هنوز مقالات بزرگی، یعنی به اصطلاح اون چیزی که ما بهش میگیم کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی که به اصطلاح آزمایش‌های سختی رو باید دارو پشت سر بذاره، اونها هنوز بیرون نیومده. خب مورد مشابهی در ایران هم داریم آقای دکتر مقدم. در ایران موضوع مصرف و تجویز فاوی پیراویر خبرساز بوده. میشه درباره این دارو هم بگید و در مورد میزان مؤثر بودن این دارو در مورد کرونا؟ ببینید، این دارویی که در ژاپن تولید شده بوده قبلا و برای مقابله با آنفلانزا، اپیدمی آنفلانزا حتی لایسنس داشته اونجا، منتها به عنوان داروی اول نبوده. در این رو قرار بوده که در موقعی استفاده کنن که به اصطلاح مقاومت دارویی وجود داره توی ویروس های آنفلانزا، بنابراین این اونجا برای این موضوع لایسنس داشته. بعد از این قضیه کووید، همونطوری که من گفتم، بسیار از دانشمندا و کارخونه‌های داروسازی رفتن سراغ به اصطلاح قفسه هاشون ببینن چه داروهایی میتونه روی کووید اثر بذاره، برای اینکه شما با استفاده از ساختمان این ویروس
و طبقه بندی اون میتونید داروهایی رو پیدا کنید روی ویروس های مشابه کارساز هستن و میان این رو امتحان میکنید. مسئله که دوباره راجع به همین دارو هم هست اینه که این دارو در حال حاضر در ژاپن در حال کارآزمایی بالینی یا همون کلینیکال ترایاله که قراره تا آخر جون، یعنی حدود 2 یا 3 ماه دیگه، تازه نتیجهش بیاد بیرون. چند تا نتیجه کوتاه اومده بیرون که به اینا بیشتر ما میگیم ریپورت، و یکیش نشون داده که ممکنه نسبت به یه داروی دیگه یکم بهتر باشه، دیگریش به سرا اون جورنالی که اینو گذاشته بود کشیدش بیرون و ما نمیتونیم نتیجه رو ببینیم. در بودن این نتایج بسیار کم و نارسا، ما فقط میتونیم منتظر باشیم که نتایج درست‌تر بیاد بیرون تا قبل از اینکه بتونیم واقعا یه داروی رو مطمئنا بگیم که کارآمد خواهد بود. با دکتر امین مقدم، ایمنشناس در آکسفورد انگلستان صحبت میکردم. اما در روزنامه های صبح امروز تهران آنچه پر حرف و حدیث شده اظهارات و تصمیم های دیروز رئیس جمهور ایران در زمینه همه‌گیری کرونا است. از فرشته قاضی در آتلانتا ی آمریکا بشنویم. بررسی روزنامه های تهران رو شروع میکنیم در بخش اول با تصمیم عجولانه دولت از جهان صنعت. یک شنبه عادی سازی از فرهیختگان و راه جدای سیاسیون از پزشکان از آفتاب یزد. خانم قاضی، پیشتر صحبتش رو داشتیم که حسن روحانی رئیس جمهور گفته که از 23 فروردین قرار برخی از استانها که اون استانهای سفید عنوان کرده به کسب و کارشون برگردن. روزنامه جهان صنعت این رو یک تصمیم عجولانه و خطرناک خونده. چرا؟ علی تاجرنیا در روزنامه جهان صنعت این تصمیم رو عجولانه خونده، معتقده که هنوز در شهر تهران به پیک بیماری کرونا نرسیدیم، در خیلی از استانها تازه در شرایط ورود بیماری قرار داریم و حتی نمیشه پیش بینی کرد یک هفته دیگه چه اتفاقی میفته. از این رو تصمیم برای آغاز فعالیت ها نمیتونه معقولانه باشه، اما دولت به دلایل مختلف مشکلات اقتصادی قابل توجه و زیادی داره و نمیتونه این مشکلات رو در سطوح دیگری حل بکنه. به همین دلیل دنبال این هستش که چرخ تولید و فعالیت اقتصادی رو دوباره به کار بندازه، مسئله ای که پیامدهای خطرناکی میتونه برای کشور داشته باشه. آقای تاجرنیا یادآوری کرده که مهمترین مسئله اینه که بیماری کرونا و شرایط خطیر پیش اومده برای مردم نشون میده که ما نیازمند ترمیم رابطه با دنیا هستیم. بیشتر تیترهای روزنامه امروز در پوشش این خبر، خانم قاضی، با واژه‌های نان و جان بازی کردن، با القای این اندیشه که کدوم یکی برای دولت میتونه مهمتر باشه. نظر روزنامه فرهیختگان در مطلب یک شنبه عادی سازی در این مورد چیه؟ همطور که اشاره کردید، روزنامه هایی مثل وطن امروز و رسالت از دوگانه های جان و نان نوشتن یا ماجرای نان و جان و دو قطبی هایی که دولت معتقدن ایجاد کرده در این قضیه. علی جمشیدی در روزنامه فرهیختگان معتقده که ابلاغیه جدید دولت میتونه مرحله جدیدی از درگیری جامعه ایرانی با کرونا رو در پی داشته باشه و نگرانی بسیاری رو در خصوص آینده کشور. و ظاهرا این تصمیم دولت آقای روحانی هیچ در واقع در میان روزنامه های صبح امروز تهران تقریبا هیچ طرفداری نداشته، که مطلب بعدی هم از آفتاب یزد انتقاد میکنه از اون و میگه که در واقع سیاسون یه چیز میگن و پزشکان چیزی دیگر. نه، همینطوره اشاره کرده به نظرات پزشکان که نقطه مخالف نظرات دولت و دستور اخیر حسن روحانی برای عادی سازی فعالیت‌های اقتصادی در ایران هست و نوشته که دولت به دنبال این هستش که مشکلات اقتصادی در جامعه رو به نوعی حل بکنه، از رکود طولانی جلوگیری بکنه، اما حسن روحانی میتونه با تاکید بر روی صندوق توسعه ملی که گاه مشاهده شده از اون میلیون‌ها دلار برای واحدهای برون‌مرزی صدا و سیما کمک شده، این بار هم بیاد از این صندوق استفاده کنه به وضعیت سر و سامون بده. بنوشته این روزنامه که به نقل از کارشناسان و پزشکان در ایران نوشته، اگه فقط 2 تا 3 هفته دیگه قرنطینه یا فاصله گذاری اجتماعی ادامه پیدا بکنه، گشایش های بسیاری برای غلبه بر کرونا فراهم خواهد شد، اما اگر وضعیت با دستور فعلی حسن روحانی پیش بره، موج گسترده تری از کرونا بیماران رو فرا خواهد گرفت. مطلب دیگر هم داریم از روزنامه های صبح امروز چاپ تهران در ادامه برنامه. حالا از جلال فرهنگ بشنیم که به جز اینها از ایران دیگر چه خبر؟
یک مؤسسه خیریه غیر دولتی در ایران از افزایش ازدواج اجباری کودکان بعد از شیوع کرونا در این کشور خبر داده. به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی، دلیل این افزایش در بعضی از مناطق ایران شرایط بد اقتصادی خانواده ها به دلیل شیوع کرونا بوده. زهرا رحیمی همچنین گفته بسیاری از این کودکان با این شایعه که تریاک از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کند به بازار مواد مخدر کشیده شدند. رئیس شورای شهر تهران از پیشنهاد خروج شهروندان از خانه بر اساس شماره کارت ملی خبر داده است. محسن هاشمی گفته که پیشنهاداتی از جمله اینکه مردم عادی بر اساس آخرین رقم کارت ملی به 10 دهک تقسیم شوند و هر کدام یک روز امکان خروج از منزل برای پیگیری مسائل اداری و اقتصادی و حتی خرید را داشته باشند در شورای شهر مطرح شده است. رئیس شورای شهر تهران افسوده که قرار شده تا شهرداری تهران این پیشنهاد را در ستاد کرونا مطرح کند. او افزود که شورای شهر تهران می‌خواهد با جریمه و توقیف از منزل را به 1/10 برساند. و دادستان عمومی و انقلاب سنندج از بازگشت و دستگیری 73% از زندانیان فراری زندان سقز خبر داده است. محمد جباری به ایلنا گفته تا کنون 54 زندانی به زندان بازگشتند که 34 نفر آنان دستگیر و 20 نفر نیز خود را به ندامتگاه معرفی کردند. به گفته او در میان زندانیان دستگیر شده محکوم به اعدام هم وجود دارد. بسیار سپاسگزارم از تک تک شما که در بامداد دوشنبه 18 فروردین 6 آوریل با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی هستید. در اینجا نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و برای انجام آزمایش‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شده. دفتر نخست وزیری بریتانیا میگوید همچنان علائم کووید 19 در وجود آقای جانسون مشاهده می‌شود و او تب بلند دارد. فعلا آقای جانسون مسئولیت اداری دولت بریتانیا از بیمارستان را دارد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در یک پیام تلویزیونی به کشورش و جامعه کشورهای همسود امید داد و از مردم خواست که در برابر همه‌گیری کرونا یک پارچه و پابرجا بمانند. در پایان صحبتش ملکه بریتانیا گفت باز به دیدار هم می‌رسیم. فرمانده سپاه بهداشت همگانی ایالات متحده آمریکا با هشدار درباره همه‌گیری کووید 19 هفته پیش رو را سخت‌ترین و اندوه‌بارترین هفته برای مردم این کشور دانسته. و در ایران آمار رسمی کرونا رو به افزایش است، هرچند کمتر کسی به این آمار اعتماد دارد. بنا به این آمار تاکنون بیش از 3600 تن جان دادند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. و سفر ما همچنان ادامه داره. از رویدادهای غیر کرونایی هم به هیچ روی نمیگذاریم، به رغم جهانگیری کرونا، به ویژه بحران ریاست جمهوری در افغانستان که موضوع گفتگوی ما با کابل تا لحظات دیگر. البته از کرونا در افغانستان هم مطلبی داریم و کرونا در ورزش و حتی در موسیقی. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. پیامی موسیقایی از فرهاد دریا در میان دیگر ستاره های ساز و آواز دو سوی آمو تا حدود 17 دقیقه دیگر اگر با ما بمانید. اما ماجرای دو پادشاه در یک اقلیم در افغانستان همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که کمک‌ها به افغانستان با توجه به وضعیت موجود نمی‌تواند به همین شکل ادامه داشته باشد. دفتر آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشته که ادامه کمک‌های بین‌المللی مستلزم یک دولت فراگیر در افغانستان است و نقل قول می‌کنم، ما همه باید رهبران افغانستان را برای توافق بر سر ایجاد یک حکومت فراگیر پاسخگو کنیم. این صحبت‌های آلیس ویلز بود. برای بررسی این موضوع به کابل برویم. همکارم ارشاد هنریار اونجا با ماست. درود ارشاد. این بار در واقع دفعه اول نیست که آمریکا ادامه کمک‌های مالیش رو به افغانستان مشروط به حل اختلاف میان آقایان غنی و عبدالله دونسته. در کابل چه میگن؟ آیا برای حل این اختلاف گام‌های تازه‌ای برداشته شده یا نه؟ سلام، صبح بخیر. در تازه ترین مورد شما را چهره‌های برجسته سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، آقای خلیلی، محمد کریم خلیلی رئیس یا رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، آقای سیاف و آقای یونس قانونی از چهره‌های برجسته افغان هستند که یک اعلامیه مشترک را منتشر کردند و
برای پایان یافتن اختلاف ها بین آقای اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت پیشین تاکید کردن و به اعلامیه آمده که پیشنهاد شده که آقای اشرف غنی اجالتا از تعیینات مقام های حکومتی تا یک زمان مشخص دست بکشن، مگر اینکه مذاکرات که اینها فرامندی کردن و تلاش میکنن که بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله به نتیجه نهایی برسه، این مذاکرات ادامه بدن و اشرف غنی هم به این پیشنهاد واکنشش فوری بود. تا همون دقیقا پاسخ آقای غنی رو میخواستم ببینن که به این پیشنهاد رهبران سیاسی چه بوده ارشاد؟ آقای غنی فورا اعلامیه داد و سخنگویانش نوشت که به خاطر صلاح کشور و به خاطر ارج‌گذاری و پیشنهادی رهبرای سیاسی تا 5 روز دیگر توقف می‌کند بر روند استخدام و تعیین افراد به پست‌های حکومتی و در 5 روز امیدوار است که مذاکرات به نتیجه برسد. و ادامه این وضعیت روی زندگی مردم عادی در افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟ حالا که اونجا هستی و از نزدیک می‌بینی، آیا تأثیری داشته یا نه؟ افغانستان همزمان از چند مشکل رنج می‌برد. یکی بحث کرونا است که فراگیر شده و همه شهروندان یادآوری می‌کنم که در این شرایط نیاز است که رهبر سیاسی افغانستان همه با هم دست یکی بکنند و در برابر کرونا ایستادگی بکنند. از طرف دیگر مذاکرات صلح است که همینطوری باقی مانده و تا دیگه کارش پیش نرفته. از طرف دیگر مشکل سیاسی و مشکلی که بین رهبرای سیاسی است مردم نگران ساخته. این وضعیت تاثیر بسیار منفی گذاشته روی وضعیت روانی مردم. حتی اشرف غنی از طرف همچنان که عبدالله تلاش کرده که متحدهای را به خود جذب بکنه، اشرف غنی هم تلاش کرده که با تاکید به اینکه دولت فراگیر اونا تشکیل میدن چرای سیاسی برجسته را از گروه ها و قوم های مختلف افغانستان در کنار خودش جمع بکنه. ما دیدیم در روزهای گذشته که آقای ارغندیوال که چهره برجسته حزب اسلامی است و از افراد پرنفوذ حزب است به عنوان وزیر مالیه انتخاب شد و دیروز هم آقای حنیف اطمر کارش را به عنوان وزیر خارجه آغاز کرد و در اون سخنرانی که داشت گفت که اشرف غنی به خاطر که یک دولت همشمول و فراگیر داشته باشه از او تقاضا کرد که به این دولت یکجا شود. او تلویحا کنایه به کسایی که یا به مشخص آقای عبدالله گفت که حالا ما باید به نتیجه انتخابات گردن بمانیم و رو بپذیریم و تلاش بکنیم که دولت را تشکیل بدهیم که قانون اساسی و انتخابات نتیجه را تعیین کرده. اینطور سپاسگزارم ارشاد و همکارم ارشاد هنریار در کابل صحبت میکردم. اما نمیشود از افغانستان گفت و از کرونا نگفت. متاسفانه امروز دوشنبه دومین روز تشدید محدودیت ها بر رفت آمد در کابل پایتخت است که 5 میلیون جمعیت دارد، محدودیت هایی که برای مهار شیوع ویروس کرونا اعمال شده. مقام های محلی میگویند در نخستین روز از اعمال این محدودیت ها ده ها راننده خودرو را جریمه کردند و به صدها راننده دیگر هم اخطار دادند. وزارت بهداشت افغانستان گفته شمار مبتلایان کرونا به 377 تن رسیده. الهام کریمی در این باره گزارشی دارد. شروع اعمال محدودیت‌های بیشتر در کابل، رفت آمدهای غیر ضروری با برخوردهای جدی همراه بود. بعضی از جاده‌ها و چهارراه‌ها مسدود و دکان‌ها همچنان بسته. اما هنوز هم عده‌ای برای بیرون رفتن از خانه و رسیدن به مقصد با پلیس وارد استدلال می‌شدند. کمیته اضطرار برای جلوگیری از شیوع کرونا در کابل پایتخت میگوید در نتیجه 50 راننده موتر جریمه شدند. مقدار مجموعی آن هم 150 هزار افغانی، چیزی معادل 2000 دلار. افزایش روزافزون آمار مبتلایان در کابل نگران کننده است و با همین منظور اقدامات برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا شدت پیدا کرده. حالا سفیدپوشان بیشتری مجهز به مواد شوینده و ضد عفونی کننده و داد پاکسازی شهر از این ویروس کشنده برآمدند. کرونا ویروسی که دیگر حتی کودکان هم با آن آشنا هستند. خانه نشینی اکثر مردم را به تنگ آورده. همه می خواهند دوباره هوای تازه بیرون را تنفس کنند. اما این شرایط روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می شود. فدا محمد می گوید با 5 کودک روزهاست که در خود قرنطینگی به سر می برد. اما اگر این شرایط باعث محو ویروس کرونا شود، حاضر است با تمام مشکلاتش ادامه دهد. نه خواب است و نه کار دیگری. پیش از این کودکان بیرون می رفتند و کرکت بازی می کردند. حالا در خانه نشستند. اینها ملامت نیستند. با این وضعیت گذاره می کنیم.
ناقلین صحتمند و افراد مبتلایی که برای آزمایش مراجعه نمی کنند از نگرانی های عمده وزارت صحت هستند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت می گوید با همکاری شبکه پولیو توانستند صدای زنگ خطر کرونا را به گوش مردم در محلات دوردست برسانند. ما از شبکه پولیو یا نتورک مبارزه با پولیو در سراسر افغانستان که 30,000 تن میشه رضاکارا و پرسنل مختلفش در قسمت کیس فایندینگ یا دریافت واقعات مشکوک کمک گرفتیم که بسیار نتایجش خوب بوده. در چندین ولایتی که ما کیسا را از قرا و قصبات تحریک کردیم و دریافت کردیم، این به کمک از اونا بوده که عملا اونا در ساحه موقعیت دارن، آشنایی جغرافیایی دارن، با مردم آشنایی دارن، که یک گام بسیار خوب است که ما برداشتیم. دولت افغانستان در شهرهای زیادی از جمله کابل و هرات با بیشترین آمار بیماران کرونا بر رفت آمدها محدودیت وضع کرده و ادارات دولتی را تعطیل. به نظر می رسد با بلند رفتن شمار مبتلایان این محدودیت ها بیشتر خواهد شد. اما کمبود امکانات و بی‌پروایی مردم دست دولت را از پشت سر بسته. کمبود امکانات و بی‌پروایی مردم از معضلات کرونایی در افغانستان الهام کریمی از کابل گزارش می‌داد. برگردیم به تهران به روزنامه‌های صبح امروز با موضوعاتی فراتر از همه‌گیری کرونا با فرشته غازی. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه می‌دیم با خودکشی از ترس مرگ از اطلاعات، چشمان یران ایران و دلبر از ابتکار و در نهایت هم اشتباه و نفوذ ساختاری از صبح نو. خودکشی از ترس مرگ از روزنامه اطلاعات که در واقع رفته سراغ قربانیان الکل صنعتی و سمی در ایران، که این هم از معضلات بهداشتی مهم این روزها در ایران. چه میگی دقیقا؟ روزنامه اطلاعات مقایسه کرده نسبت قربانیان کرونا با قربانیان مصرف الکل تقلبی و سمی در ایران رو و نوشته که این مقایسه نشون میده کرونا 6.7% مبتلایان رو قربانی کرده، در حالی که الکل سمی 10.3% از مسموم شدگان رو به کام مرگ کشونده. و همزمان روزنامه اعتماد خواستار تشکیل کمیته مقابله با این نوع الکل شده و نوشته که عدم شناخت مصرف کنندگان از انواع الکل و کاربردهای اونها از یک طرف و اقدامهای سودجویانه و نابخردانه تولید کنندگان الکل سمی از طرف دیگه دست به دست هم داده تا در دوران جولان کرونا الکل به جای اینکه آدمها را از شر این غول بیشا خودم نجات بده به قربانیانش بیفزایه. روزنامه ابتکار اما از سرنوشت سه یوز ایرانی نوشته که از پارک پردیسان به استان سمنان منتقل میشن و از نحوه این انتقال انتقاد کرده. چرا؟ زهرا داستانی در این روزنامه از تصمیم ناگهانی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر انتقال دلبر، کوشکی و ایران، سه یوز ایرانی به استان سمنان نوشته، به شدت انتقاد کرده و اینکه در جعبه های کوچک و صیقلی روی یک وانت آبی ندارن منتقل میشن، جعبه های غیر استانداردی که بدون حفاظن برای جلوگیری از برخورد یوز به دیواره های جعبه و برقراری تعادل بین اونها. خانم داستانی اشاره کرده به ماجرای 5 گوره خر ایرانی که در راه رسیدن به مقصد در چنین جعبه هایی تلف شدن و خبر مرگشون منتشر شد. و نهایتا دستور رئیس صدا سیما در مورد بررسی آخرین بخش سریال پایتخت هم دیروز خبرساز شده بود و شباهت اون بخش سریال با فیلم قدیمی معروف همسفر، اشتباه و نفوذ ساختاری عنوان مطلب صبح نو هست در این باره. روزنامه اعتماد هم به شدت حمله کرده به این سریال، هم در تیتر یکش هم سرمقالش سریال بسیار ضعیفی خونده این سریال پایتخت رو. همزمان روزنامه صبح نو در سرمقالش اما اشاره کرده به دستور رئیس سازمان صدا سیما و نوشته که هر چند در هر دو صورت اینکه آیا این اشتباه بوده یا نفوذ تغییری در واقعیت ماجرا ایجاد نخواهد شد، اما نباید سایه اشتباهات بزرگتر ساختاری رو نادیده گرفت. اینکه این خروجی تحویل آنتن صدا و سیما داده شده، مشکلات بزرگتر ساختاری در پس پرده داره و اگه قرار به بررسیه باید این بررسی جامع و ساختاری صورت بگیره و اگه قرار اصلاحی صورت بگیره باید در ساختار اصلاح بشه، نه محتوای یک سریال تلویزیونی.
این هم محتوای روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود. با فرشته غازی در آتلانتای آمریکا مرور می‌کردیم و من هم زمان داشتم نگاه می‌کردم به پیام‌های بسیار زیاد شما. از فیسبوک شروع می‌کنم. از ابی میگه کرونا نه خوب و بد می‌شناسه، نه بی پول و پولدار، چه بادین چه بیدین گرفتارش میشن. وحدت نوشته که مجری محترم چرا به آمارها مطمئن نیستند؟ منظورش آمار رسمی کرونا در ایران. میگی که نکنه به خاطر اینکه از آمار قبلی آمالتون پایین‌تره و یا شما وظیفه سیاه نمایی دارید، که باید بگم نه وحدت عزیز، البته نمیدونم قبلی آمالم که میگی چه هست یا کی هست، اما دلیل شک و تردید در مورد آمار کرونا ایران صرفا و صرفا عدم تناسب این اعداد و ارقام در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و عدم تناسب در سرعت گسترش اون و خیلی دلایل دیگر. اتفاقا چنین شک و شبهه‌ای نه تنها در مورد آمار ایران که در مورد آمار روسیه و چین هم مطرح هست. احمد گفته که الله این ویروس را از همه انسان‌های جهان دور کند. محمد رضا میگه فعلا داروی این درد در خانه ماندن هست و خلاص. درباره همین داروها که برای درمان کرونا در باش گفتگویی داشتیم با دکتر امین مقدم، نگار نوشته که امید است که این دوا قابل دسترس باشد برای همه مبتلایان. ادی گفته بازار مافیاهای دارو بسیار گرم است. حالا ببینم که در تلگرام چه پیام‌هایی داریم. از مرتضی میخوانم، گفته که ما در مازندران آمار کرونایی خیلی کم بوده و داشتیم، با آمدن مسافرها آمار بالاتر رفته، رتبه دوم کرونا شدیم. هنوز وضعیت به همون سرعت هست و صورت هست که رئیس جمهورم دستور سر کار رفتن صادر کردن و مردم هم از دیروز بیشتر مغازه ها رو باز کردند و به مغازه ها میرند. و کسی با امضای آقازاده نوشته که ما که هیچ مشکلی نداریم خدا رو شکر، نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ قرنطینه. به لطف حاج آقامون در قرنطینه در ویلای کیش به همراه دوستان و آشنایان هستیم. از لحاظ مالی هم حاج آقا به کارگرها و کارمندان کارخونه ها گفتن که نیان سر کار اخراج میشن، در خونه بمانیم. این هم نظر آقازاده بود. اگه فرصت شد برمیگردیم، اگه نشد ما رو ببخشید. فعلا رسیدیم به خبرهای ورزشی، که در واقع خبرهای ورزشی رو از شماره بسیار اندکی از مسابقه های لیگ برتر فوتبال در جهان آغاز کنیم که به رغم کرونا جاریست با پوریا ژافره. دارش بیشتر از این که این نتایج مهم باشه، نکته اینه که این مسابقه هایی که دارن برگزار میشن اتفاق تاریخیه. خب از تاجیکستان شروع بکنیم. الان سه تا کشور هستن در دنیا که لیگای فوتبالشون داره برگزار میشه. یه گزارش خیلی جالب من درست کردم که دیروز تو برنامه 60 دقیقه نتونستیم پخش بکنیم، امروز اون رو حتما ببینید. واقعا تو این همه سال که من تجربه این کار رو دارم همچین اتفاقی نیفتاده بود که گزارش فوتبال در مورد سه لیگ تاجیکستان، نیکاراگوه و بلاروس بخوام که درست بکنم. اما در مورد تاجیکستان که برای بینندگان و شنوندگان ما اهمیت بیشتری داره، به نظر میرسه که وقتی که شما مصاحبه آقای شاه قربانوف رئیس سازمان لیگ تاجیکستان رو، سید ولی شاه قربانوف درسته، وقتی که مصاحبه او رو گوش میکنید به نظر میرسه که تاجیکستان تصمیم گرفته که لیگ فوتبال خودش رو شروع بکنه و از این فرصت استفاده بکنه که بتونه بازاریابی خوبی براش انجام بده، به خاطر اینکه الان بنگاه‌های شرط‌بندی شدیداً دنبال این هستن که بخوان قراردادهایی رو امضا بکنن با لیگ‌های فوتبالی که در جریان هست. ما همین دیروز دیدیم که رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا گفتش که ممکنه که فصل فوتبال لیگ اروپا و همینطور لیگ قهرمانان به پایان نرسد، و یه چیز ترسناکی که گفته بود اینه که شاید تا ماه سپتامبر این ماجرا ادامه داشته باشه برای کش اومدن مسابقه ها، یعنی که میشه گفتش که تا شهریور ماه آینده، و این اجازه میده که به فوتبال تاجیکستان که بتونه خودش رو در سطح جهانی مطرح بکنه. حالا از نظر کیفیت بازیکن‌ها در اون چیز بالایی نیستش، یه مقدار بازیکن خوب هستش از ازبکستان، یه سری بازیکن‌ها من نگاه کردم از آفریقا هستن، از غنا که در لیگ تاجیکستان بازی میکنن و تاجیکستان اتفاقا پشت درهای بسته هم داره مسابقه ها رو برگزار میکنه. نکته مثبتش اینه که خب این یک اتفاق استثنایی برای فوتبال تاجیکستان که این لیگ تحت 10 تیمی رو میتونه به دنیا معرفی بکنه، ولی که نکته منفیش اینه که خب ما تا این لحظه اون چیزی که شنیدیم اینه که مورد ابتلای به
ویروس کرونا در تاجیکستان وجود نداره، ولی اگر که این ماجرا شیوع پیدا بکنه خیلی مسئله حادی خواهد بود و دیدیم که کشورهایی که این مسئله را رعایت نکردن مثل ایتالیا تو اون بازی لیگ قهرمانان بین تیم آتالانتا از ناحیه برگامو که یکی از بدترین جاهای دنیا بود برای کرونا با والنسیا چه اتفاقی افتاد، یا تو اسپانیا مسابقه لالیگا بین رئال مادرید و بارسلونا چه مسئله‌ای بود که در مادرید به پا کرد. بنابراین تو این لحظه برای تاجیکستان میتونه نکته مثبتی باشه، چون مدل نیکاراگوه هم که نگاه میکنید با وجودی که بازیکنها و مربیان در نیکاراگوه نگران ویروس کرونا هستند، ولی به خاطر قرارداد تلویزیونی که با یک شبکه سوئدی بسته لیگ فوتبال نیکاراگوه و به نظر میرسه که اونجا الان طرفدار زیادی پیدا کرده، برای اینه که اون لیگ جریان داره. پوریا ژافره بود با خبرهای ورزشی اینجا لندن از رادیو بی بی سی. چشم‌انداز بامدادی. و ایستگاه آخر دوشنبه های ما در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه است. شهر دوشنبه که زیورشاه محمد اونجاست و هر دوشنبه نواهای تازه از افغانستان و تاجیکستان را مرور میکنه. دوشنبه است و برنامه از دو سوی آمو با تازه های موسیقی تاجیکستان و افغانستان و درود پر از مهر از عمق وجودم به سوی دل های شما می آید. بلبی چشمه بلبی چشمه پایان بروم یا نروم، آهنگ زیبای در سبک ترانه های محلی و مردمی از مدینه اقنظرآوا و خجسته میرزا ولی را میشنیدید. در حالی که ویروسی کرونا با یک بحران جهانی بدل شده حال و روزی ما را پریشان نموده است، فرهاد دریا آوازخوانی پرآوازه افغانستان با نشر آهنگ جدیدش با نام کرونا سعی کرده به مردم روحیه و انگیزه برای مقاومت در برابر این ویروس را بدهد. این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا در بیرون است، خانه جای ماست کرونا در بیرون. فرهاد دریا در این آهنگش مردم را تشویق میکند تا در خانه بمانند. متن این آهنگ را سمی حامد نوشته، تدوین موسیقی کار زیبای از قیس الفت آهنگساز و آوازخوانی شناخته است. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم. در مهمانخانه برنامه از دستوی آمود در دفتر بخش فارسی رادیو بی بی سی امروز ما ابرار نظرف آوازخوانی جوان داریم. سلام علیکم ابرار. سلام علیکم. خوبی؟ صحت سلامتی؟ رحمت سلامت. در این گیرودار که مردم همه دیگه حراسان هستند از این کرونا، خودت دیگه چگونه آمدی در شهر؟ مردم بود یا که نه شهر خالی، خانه خالی، همه جا خالی بود؟ نه در شهر ما همیشه مردم پر است.
کوچه ها، ماشین ها، خیابان ها پر از مردم هستند. همه کار میکنند و همه از پس زندگی خودش رو یعنی که احساس هم نمیشود که دیگه کرونا هست و یعنی که تعداد مردم کمتر است. اما در این نوروزی ها به مقایسه از سالهای قبل مردم کمتر بود و خود این برنامه های نوروزی هم به هم خوردن، جشن نوروزی کم رنگ تر بود به نظر من. احساس این است که وقتی که در خانه من هستم در تلویزیون من حس میکنم که این کسلی هست کرونا و وقتی که از خانه بیرون میشم اصلا که حس نمیکنم که این کسلی در عموما در دوشنبه ما در خیابان و در چشم مردم من نمیبینم. حتی مردمی که با ماسک هستند تعداد اونها هم به مراتب خیلی کمتر است بر مقایسه با کشورهای دیگر. بله بله کم است، خود محافظتی میکنن اما ترس در چشمشون نیست. بعضی از آوازخوانهایی که مثل که در خانه موندن آهنگهای درباره کرونا ویروس هم ثبت کردم و خودت هم در یک مصاحبه هم در رادیو ایشا پلاس یک تیکه آهنگ رو گفته که کرونا ویروس براوت ویروسی ما نیست. یعنی که این بداهتن بود، این یک شوخی بود برای که ما با دوستم فروخ جان یک جا مهمانی بودیم و بعد من گیتار رو گرفتم و این سرود اما دقیقه به دنیا اومد. کرونا ویروس از من نیستی برو خونه دیگه. کرونا ویروس دیگه ویروس همین چند روز قبل ابرار نظرف آهنگ جدیدی را به بازار ارائه کرده زیر عنوان با تو بودم. یک تیکه این آهنگ میشنویم و بعدش هم برمیگردیم به ادامه صحبتمون با ابرار نظرف، مهمان برنامه از دوستوی آمو در دفتر بخش فارسی رادیو بی بی سی داریم این صحبت انجام میدیم. با تو بودم یک شب تنها با تنها تا سحر، با تو بودم یک شب در باغ گل ها تا سحر، یک شب زود از هزار و یک شب آنجا روزی شد. اوه این دل دیوانه با وصل تو بد آموزی شد. با تو بودم این موسیقیش از من است، شعرش از استاد لایق شیرعلی است. ثبت کردم این سرود رو من در دوشنبه در علامتو. پدرم به من بسیار کمک کرد و دادرم که همیشه به من سرودوی من رو یاردم میکند ارنجا روخ کردم. یک قسمش رو در استارخانه بابوی گرومی ثبت کردم برای که من مریض شدم و یک چند کپلیتش رو نخوندم، گریپ سخت بودم. بعد که خوب شدم بعد یک قسمش رو در استارخانه بابوی گرومی ثبت کردم. اساس چور ما عموما این سرود تو کشید که مورد ثبت کردیم و بالاخره از نتیجه کارت راضی هستی؟ بسیار راضی هستم برای که این سرود عموما از این 350 سرودی که در طول 5 سال من جمع میکردم از همه سرودها این رو انتخاب کردم برای که این سرود بسیار طبیعی دلم است. بعد این یک قصه بسیار عجایب است که استاد لایق شیرعلی با قصه ای که در زندگی من با من دوچار شد خوب جور آمد، برای من این سرود رو انتخاب کردم. بسیار ما تو هم قسمت و هم درد دریم بودیم، گرچه دور از هم دیگر چون ما و پروین بودیم. یک شب ما را غنیمت بود از تقدیر ما، شکوه ها سادگی ها بود و از تقصیر ما. ولو من سرودی تیز نمیتونم کردم برای که عالم من تیز نیست، عالم من آرام است و عالم من همیشه وابسته است از قصه ای که در زندگی من پیدا می شود. وقتی که به من گفتن برای چی تو خیلی شده سرود نخوندی، من گفتم قصه نیست، حرفی گفتنی ندارم. وقتی که حرفی گفتنی پیدا شود من همیشه میگم همیشه با شما هستم. ایجادیات من وابسته است از زندگی، در زندگی چی می شود، چی قصه ای پیدا می کنم، چی دوست پیدا می شود در زندگی من، چی محفل خوب می گردم، با یگان آدم خوب هم صحبت می شوم، می سود که در زندگی من در دل من پیدا می شود. اوستا اوستا از اون دوستی و از اون اما قصه ها یک آلبوم پیدا می شود. باید کسی برای خودش رود، روی من که این است دشوارم است اما این روی من است. من از این علاوت می برم، من اسم می کنم که من زندگی می کنم، اسم می کنم که در زندگی من معنی خوب است، فکر می کنم برای من این مهم است. فردا چی می شود خدا می داند، الان که این خیلی است من روزی هستم و به خدا شکر.
ابرار نظرف مهمانی برنامه از دو سوی آمو با ما بودن و خدا کند که بزودی باز آهنگهای دیگر رم از ابرار در برنامه از دو سوی آمو داشته باشیم. و پیام آخری خودت برای شنونده های برای کلی فارسی زبان هایی که همین لحظه من خودت میشنوند. رحمت کلام به تکلیف شما که ما رو تکلیف کردید. برای کل برادران فارسی زبان که امروز ما رو گوش میکنند، اولا صحت سلامتی بگذار که اما درد و غم از موبین همه ما، از موبین نه فقط کل فارسی زبان ها، از موبین کل مردم عالم بیرون رود و فقط ما خوشحال باشیم. بگذار که همه وقت در دل ما سرود، مهر، محبت، عشق و همه وقت جستجوی یک لحظه هم دیگر باشیم. چشمت میزنی افسانه من از دور و نزدیک جانم رو سعی دورا رو سعی دورا. سپاس از ابرار نظروف از یورشای محمد با از دو سوی آمو این هفته به همراه محمد صباحی، جلال فرهنگ و پیتر اشفورد. من داریش رجبیان از همراهی شما با چشم‌انداز بامدادی امروز سپاسگزارم. سبت سبت سپاس.